به چنل یوتیوب من خوش اومدید. طبق درخواست شما عزیزان، این ویدیو هم حول محور دانشگاه فرهنگیانه، ولی با موضوع متفاوت. شاید برای خیلیاتون سوال باشه که چرا من و خیلی از دانشجوهای دیگه فرم اداری میپوشیم؟ آیا واجبه؟ جواب این سوال رو توی این ویدیو کامل برات توضیح میدم. در ادامه توی این ویدیو آیین‌نامه انضباطی و پوششی دانشگاه فرهنگیان رو توضیح میدم و بعد دلیل انتخاب من و سایرین برای پوشیدن فرم رو شاید متوجه بشید. یک باور غلط و رایج هست اینکه خیلی از افراد فکر میکنن پوشیدن چادر برای دانشگاه الزامیه. جواب این سوال surprisingly نه هستش. چادر برای دانشگاه فرنگیان الزامی نیست، بلکه از جایی که حجاب برتر محسوب میشه امتیاز داره. اگر اشتباه نکنم توی در واقع رتبه بندی 10 امتیاز برای چادر سر کردن بهتون تعلق میگیره. البته اینم بگم که توی یه سایتی خوندم که در بعضی پردیس ها چادر الزامیه، نمیدونم چقدر موثقه، ولی توی پردیس هاشمی نژاد که خودم تحصیل میکنم توی آیین‌نامه انضباطی ذکر شده که چادر الزامی نیست اما امتیاز داره، چون که پوشش برتر محسوب میشه. خب حالا اگه چادر نپوشیم چیکار باید بکنیم؟ چه چادر سر کنیم چه سر نکنیم، پوشش شما باید شامل مقنعه باشه. مقنعه بلند، روسری و شال قبول نیست. البته که خیلی از دانشجویان روسری سر میکنن با چادر که فکر نمیکنم مشکلی باشه، به هر حال پوشششون کامله. مانتوی بلند تا زیر زانو، مانتو جلو باز نباشه، چاک نداشته باشه، شلوار هم باید قدش روی کفش باشه، تنگ و چسبان نباشه. خب همه اینا رو که کنار هم بذاریم، من و خیلی از افراد دیگه ترجیح میدیم فرم اداری بپوشیم، چون همه این در واقع ضوابط رو در بر میگیره، همچنین بهتون یک پوشش آراسته و یک پارچه میده. این یک پارچگی رو من دوست دارم. اینکه یک مانتوی بلند و شلوار رو گشاد با هم دیگه بپوشم شاید خیلی خوب نباشه، بنابراین ترجیح میدم فرم بپوشم. از لحاظ آراستگی و ظاهری شیک‌تر و قشنگ‌تره، شکیل‌تره. مورد دیگه، آرایش غلیظ ممنوعه. توی آیین‌نامه اومده آرایش ممنوعه، ولی من میگم آرایش غلیظ ممنوعه. این قسمت رو خانم‌ها خوب درک میکنن. ما یه نو میکاپ داریم به اسم نو میکاپ میکاپ. یه جور آرایش هست که کسی ببینه متوجه نمیشه آرایش کردین. این صرفا به خاطر اینه که اون چهره که از خواب بیدار میشین ازتون بگیره. در واقع یک آرایش خیلی ملایمه و اگر کسی هم شما رو ببینه متوجه نمیشه که آرایش کردین. پس به نظرم یک آرایش خیلی خیلی ملی، در صورتی که صورت شما رو فقط از بیحالی در بیاره، موردی نداره، ولی آرایش غلیظ ممنوعه. ناخون بلند، ناخون کاشته شده و لاک ممنوعه. رنگ لباسی که انتخاب میکنید نباید جیغ باشه. یه رنگ خونسا، ترجیحاً توسی، سرمه‌ای، مشکی و از این قبیل. جورابتون هم باید ساق بلند باشه. مچ پاتون یا روی پاتون در صورت پوشیدن کفش کالج نباید دیده بشه. این در واقع یک کلیتی از آیین‌نامه انضباطی و پوشش دانشگاه فرهنگیان بود برای خانوما. همونطور که دیدین چیز خیلی عجیب و غریبی نیست و در واقع یک پوشش کارمندی محسوب میشه و خب خیلی طبیعیه، شما کارمند هر ارگانی که باشین باید این مسائل رو رعایت بکنید. میرسیم به آقایون. آقایون ترجیحاً میتونن کت شلوار بپوشن و خب میدونی که اون شلوار باز نباید، چه شلوار چه کت، نباید خیلی چسبان و بدن نما باشه. اگر کت تنتون نمی کنین پیرهن میتونین بپوشین، اما پیرهنتون هم باید آستین بلند باشه. پوشیدن تیشرت های بدون آستین هم ممنوعه. از لباس هایی که در واقع روش طرح داره باید خودداری بکنید و در واقع یک پوشش آراسته و ساده باید داشته باشید. موضوع هیرستایل یا همون مدل مو هم به آقایون در واقع مربوط میشه. مدل موتون کاملا باید متعارف باشه. موی بلند که بخواییم ببندین یا هیرکات های مثلا فانتزی یا عجیب غریب هم اصلا قابل قبول نیست. این نکته آخر هم برای خانوما و هم برای آقایون صدق میکنه. از اکسسوری یا بدلیجات یا بهتر بگم جواهرات whatever که خیلی
نامتعارفن باید خودداری کنید. نمیدونم انگشترهایی که شکل اسکلت، زنجیرهای بلند و بزرگ و نه، در حد یه ساعت یا یک دستبند دیگه کفایت میکنه. پوشش دانشگاه فرهنگیان اون طور که از بیرون به نظر میرسه سخت نیست. یعنی شما یک بایدهای حداقلهایی رو اگر رعایت بکنید به مشکل نمیخورید. فکر کنید کارمندین، چون واقعا یک کارمندین و با یک پوشش کارمندی خیلی مناسب میرین سر کار و برمیگردین، البته همچنین دانشگاه. و خب چیزی نیست که اینجا بخواد منو اذیت کنه یا آزار بده دیگه، کارمندیه دیگه، you know. اینم که کاملا بدیهیه و گفتن نداره، اما باید ذکر کنم که در صورت عدم رعایت این قوانین شما با حراست مواجه خواهید شد. حالا نمیدونم به چه صورت هست، اول بهتون اخطار میدن یا مستقیما اخراج میکنن، I don't really know. خدا رو شکر تا حالا به مشکل بر نخوردم از این قبیل، ولی باید مواظب باشید که عدم رعایت این چنین قوانین در نهایت شاید باعث اخراج شما از دانشگاه بشه. پس اگر میخواییم وارد این دانشگاه و این سیستم یعنی آموزش و پرورش بشید، این نکات رو هم باید رعایت بکنید. طبق معمول همیشه ممنونم که ویدیو رو لایک میکنید، لطفاً سابسکرایب کنید چون ویدیوهای جدید تو راهه. اگر سوالی داشتین توی کامنت ها مثل همیشه پاسخگو هستم.